درود. در این برنامه چند گروه در کنار هم و سپس با هم اجرا خواهند داشت. گروهی از سازهای کمانی و زهی، گروه چهار نفری که قبلا در ایران هم اجرا داشتن ولی همشون اروپایی هستن، نوازندگان ایرانی از کردستان و پیانو و گیتار. در برنامه امشب ما مجموعه از آهنگ ها رو میشنیم و مجموعه از موزیسین ها و نوازندگانی رو میبینیم که از مرز ها سخن میگن، از آنچه که پشت مرز ها میگذره، از تنوعش، رنگارنگیش، تفکرش. و اگر این مرز ها برداشته بشه چه دنیای رنگارنگی رو از همدیگه خواهیم دید. برنامه ما آغاز میشه با اجرای پیانوی اشکان لایق. قطعه پیانوی رو میزنه که شما رو متوجه میکنه که چرا آکادمی موسیقی سلطنتی بریتانیا فوری قاپید و به او بوسیه داد. این شما و این اجرای اشکان لایق.
قطعه پیانوی بود که اشکان اجراش کرد. پدر اشکان هم آهنگسازی هستش که اتفاقا در ایران کار کاردیولوژی میکنه، ولی قطعات موسیقی کلاسیکی مینویسه بسیار پیچیده و جالب هستن و قطعه ای رو الان سازهای زی اجرا خواهند کرد که ساخته پدر اشکان هستش، آقای فرخزاد لایق. Thank you.
قطعه بعدی که امشب اجرا میشه در این کنسرت موسیقی بدون مرز Music Without Borders آن که خیلی استثنایی هست، نامش رو گذاشتن آهنگ فرشتگان و کلمه‌ای در اون تکرار میشه که در اصل یونانی هستش ولی در خیلی از موسیقی های کلیسا میشنیم و اون هاللویا یا آللویا هستش و معنی میشه ستایش خدای را یا الهی آمین، که سبک اجرای این آهنگ رو ببینین موسیقی کلاسیکه و به تدریج حس شرقی توش میده و فریاد میزنه احساس رو، درش غم نیست، درش یک حس خیلی خاص معنوی هست.
برنامه موسیقی رو از بی بی سی فارسی نگاه میکنید. کنسرت استثنایی هستش، موسیقی کلاسیک اروپا، موسیقی ایرانی و احساسات شرق و غرب در هم میامیزه در مجموعه آهنگهایی که امشب انتخاب شده، آهنگهایی که ساخته آهنگسازان معاصر و از دست رفته است از اروپا و ایران. در قطعه بعدی ما احساسات و دنیای اسپانیا رو تجربه خواهیم کرد در قطعات موسیقی که برای گیتار نوشته شده از قرن 18 میلادی که 300 سال تقریبا از اون میگذره تا قرن 20 که قرن گذشته هستش. برای ما مینوازن قطعات مختلفی که نشانه نشاط، تفکر، زندگی و روزمره های اسپانیا است.
BBC فارسی نگاه میکنید، برنامه موسیقی امشب کنسرت موسیقی بدون مرز هستش. قطعات مختلفی که جمع آوری شده به وسیله مارک استیونسون. پروژه یا طرح موسیقی بدون مرز که کنسرتش رو نگاه میکنید ابتکار مارک هستش. مارک استیونسون رویای برداشته شدن مرزهای جغرافیایی و همکاری هنرمندان کشورها رو به این شکل عملی کرده و گروه اینتر نوا رو برای این کار بنیان گذاشته. اینتر به لاتین یعنی با هم، نوا هم در فارسی یعنی آهنگ. بنابراین آهنگسازها و موسیقیدانان گروه هنری اینتر نوا یک مأموریت فرهنگی دارند که مرزها و سدها رو برداشته و موسیقی مشترکی رو تولید کنند، مانند قطعه بعدی که میبینید. Darling little boy.
و این بود کنسرت موسیقی بدون مرز در بی‌بی‌سی.